بله، مسیح علی نژاد گرداننده کمپین چهارشنبه های سفید همونطور که گفتم برای خط اسکایپ ما رو همراهی میکنن تا به همین حضور تاریخی زنان در ورزشگاه آزادی بپردازیم. وقت بخیر مسیح، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. مسیح، تلسم شکسته شد و خانم ها بالاخره تونستن که وارد ورزشگاه آزادی بشن. چقدر دلیل این موضوع میتونه فشار فعالان مدنی باشه و چقدر خواسته خود شهروندان عادی؟ ببینید، من همون اول مصاحبه نمیخوام ته دل فعالان مدنی رو خالی بکنم، ولی این پیروزی هر چند کوچک باید به اسم زنانی سند بخوره که متعلق به بدنه جامعه هستن، زنان و شهروندان عادی که خیلی پیشروتر از روزنامه‌نگاران، پیشروتر از تک تک ماها، پیشروتر از مسئولان همیشه روی خواستشون مقاومت کردن. شما ببینید وقتی که به زنان گفتن نمیتونید وارد استادیوم ها بشین، اولین گروهی که تلسم رو شکست و وارد استادیوم ها شد شهروندان عادی بودن که یواشکی وارد استادیوم شدن، حقشون رو پس گرفتن، حقشون رو گدایی نکردن، حقشون رو فریاد زدن، رفتن و صندلی ها رو گرفتن، حالا یا با ریش سیبیل مصنوعی این کار رو کردن یا اینکه لباس پسرانه پوشیدن، و این سال هاست که داره اتفاق میافته. اما همونجوری که شما خودتون هم تو گزارشتون توی من و تو، رسانه‌ای مثل بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، بارها و بارها این تریبون رو در اختیار فعالان، روزنامه‌نگاران قرار میدن، اما صدایی که باید بلند بشه شهروند عادیه که این حق رو پس گرفته. همون بوقی که جلوی ورزشگاه به صورت ممتد زده شد، من فکر میکنم بسیار فراتر از بیانیه‌های فعالان حقوق زنان تاثیر داشت، بسیار حتی تاثیرگذارتر از کمپین های آنلاین بود، تاثیرگذارتر از آدم هایی بوده که خیلی ادعاشون بیشتره، ولی اون زنی که میاد اونجا بوق میزنه، اون مردی که کنارش میسته و میگه من وارد نمیشم، اینها اثرگذار هستن و میتونن حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنن. من فیلمی دریافت کردم، همین الان تو اینستاگرام هم هست، در یک محله در غرب تهران زنان و مردان کنار همدیگه نشستن بدون حجاب زوری، بدون روسری. این بخش از جامعه انقدر پرقدرت هست که اساساً منتظر نمیمونه که یک جریان و جمعیتی بیاد و حق رو بهشون بده، حق رو خودش پس میگیره. بنابراین من فکر میکنم که باید با صدای خیلی بلند این رو تبریک گفت به شهروندان عادی که موفق شدن تلسم رو با دست‌ها و مقاومت مدنی خودشون بشکنن. حضور نمایندگان مجلس و خانم معصومه ابتکار رو چطور میبینی که دیروز اونها هم توی استادیوم بودن؟ من فکر می‌کنم اونها دنبال روح شهروندان عادیان. ببینید الان یه فیلم دیگه هست، شما نگاه بکنید، یه شهروندی که روزنامه‌نگار نیست، موبایلش رو مثل اسلحه‌اش بالا برده و به خانم ابتکار توی استادیوم آزادی اینو میگه، میگه خانم ابتکار، خانم ابتکار، ما زنیم ولی فوتبال رو میفهمیم، چرا کیفیت فیلمی که الان داره اینجا پخش میشه در شأن ما زنان نیست که برای اولین بار اومدیم وارد استادیوم شدیم؟ این یعنی چی؟ یعنی شهروندی که حتی اومده به جای اینکه ذوق بکنه و دچار شعف و در واقع اون موج کاذب بشه، باز هم مطالبه محوره، باز هم حقش رو طلب میکنه و یقه خانم ابتکار رو میگیره. و حالا الان فیلمش رو من حتما دوباره پخش میکنم، چون توی شبکه‌های اجتماعی ندیدم، به خاطر اینکه ایشون نه روزنامه‌نگار این زن و نه یه چهره شناخته شده است، یه شهروند عادیه. بنابراین من فکر میکنم خانم‌های مثل خانم ابتکار و نمایندگان مجلس، من نمیخوام بگم هیچ تأثیری ندارن، ولی قطعا اونها برای اینکه از این موج عقب نیفتن پشت زنان میان. حتی در مورد موضوع حجاب اجباری بذاریم بهتون بگم، چرا تاکنون خانم ابتکار، چرا تاکنون فعالان حقوق زن، چرا تاکنون نمایندگان مجلس راجع به حجاب حرف نزدن؟ اما به محض اینکه دختران خیابان انقلاب رفتن رو سکو، اونا اومدن و بودی مسیح جان، ببخشید وقتمون خیلی محدوده، ان شاء الله در فرصت‌های بعدی حتما از حضورتون استفاده می‌کنیم. مرسی.